السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله که امیدوارم که هر جایی که باشین در صحت در امن خدا باشین. موضوع ویدیوی امروز ما درباره چرا خداوند دستور ساخت کعبه را داد. بر اساس آیات قرآن همچنین اسناد تاریخی در باب ساختن کعبه، مکه نمودی از برکات الهی، هدایت بشر و محل اجتماع برای عبودیت حضرت حق تلقی شده است. خداوند متعال با افاضه خیر فراوان دینوی بر این مکان که قبل از آن خشک و غیر قابل کشت و زر بود، رضاقیت خود را به عرصه نمایش درآورد. و با اراحه این حقیقت که آنجا محلی است که برای وصول و مقام قرب الهی، چگونگی سلوک بندگی را برای هدایت جهانیان به تصویر کشید. چنان که با مقرر فرمودن یک سلسله ایام خاص، کیفیت سیر عبودی را به انسانها خاطرشان می سازد که آدمی باید از نفس خود هجرت کند، با پاکسازی خود از هر گونه آلودگی تعلق رنگ و هیئت غیر خدایی و با اخلاص اقبال و توبه خاص به مقام قرب الهی نزدیک سازد. خانه خود را نشانگر مقام ابراهیم علیه السلام، حرم امن و حج توانمندان تلقی فرمود که هر یک نشان دهنده عظمت مقام حضرت حقند و به واقعی چی نشانی گویاتر و رساتر از این موارد که هر سال هزاران نفر در این مکان اجتماع کنند و با انجام مناسک و اعمال عبودیت خیش را در برابر خداوند به نمایش گذارند، که این خود برای دیگر مردمان بیدارگر و دهول آفرین است. خداوند دستور ساخت این خانه را صادر فرمود تا به عنوان قبله در نماز، در هنگام قربانی کردن و در مواجه اموات و یادآور خیش به مردم باشد. علاوه بر آن که همه دلهای به ظاهر متفرق را به یک سو جمع نموده است تا روح توحید و یکی بودن را در آنها بپروراند و به واسطه آن دین خود را زنده و پایدار سازد. پس هدف از برپایی چنین مکان شریف چیزی نیست جز قرار دادن نماد و نشانی از مسائل معنوی و فرامادی. قرآن کریم به اهداف ساخت این بنا و سابقه آن اشاره دارد، آنجا که فرمود در قرآن شریف که اولین خانه‌ای که در جهت تأمین منافع مردم بنا شد همان است که در سرزمین مکه است، خانه‌ای که جهانیان را سبب برکت و موجب هدایت است. در اینجا به طور اشاره به تعداد از اهداف و فاحد ساخت کعبه می پردازیم. اول، ایجاد مرکز اقتدار اسلامی. در روایت آمده است که از رسول الله می فرماید که بیگمان خداوند سبحان انسانها را خلق کرد و آنها را به پیدوی از دستورات دینی امر فرمود و مصلحت دینوی آنها را برایشان تنظیم فرمود و در این راستا خانه کعبه را مرکز جمع آوری و اقدار مسلمانان قرار داد تا از اطراف عالم آنجا متمرکز شود. در روایت دیگر از آن حضرت بیان شده است که اگر اقوام تنها به مناطق خود و آنچی در آن است اکتفا کنند و به داشته آن خیش کافی نماید، سرزمین ها خراب شده، تجارت ها از بین رفته و آن کشور دچار آسیب فرهنگی می شود. دوم، ایجاد مرکزی مورد احترام. داشتن یک سنگر یا و پایگاه مستحکم و مورد تکریم برای یک مکتب جهانی از ضروریات هست. خداوند سبحان در این راستا این جایگاه جهانی را توسط پیامبرانش پایه‌گذاری فرمود و اراده کرد که روز بر روز به حرمتش افزوده شود. قرآن کریم ضمن اشاره به جریان شگفت انگیز مسکن گزینی حضرت ابراهیم علیه السلام برای ذریعه اش به احترام و حرمت این خانه پرداخت که حضرت ابراهیم علیه السلام دعا کرد که در قرآن شریف آمده است که ترجمهش از ای پروردگار ما، برخی از فرزندانم در سرزمین غیر قابل کشت نزدیک خانه گرامی تو جا دادم. نقطه سیام، تأمین امنیت. بر
اساس بیان نات قرآن کریم کعبه جایگاه امن و اجتماع مردم است. در طول تاریخ هرچی دشمنان تلاش کرده اند که این مرکز را تخریب و تحقیر کنند، خداوند اراده آن را به اثر کرده است. داستان معروف اصحاب الفیل و سرکوب شدن ابرهه و فیلها و فراری شدن آنها نشانه های از اراده قادر سبحان است. نقطه چهارم، برگزاری مناسک حج. قرآن کریم به این مراسم به شکوه و عظمت آفرین که خود فواهد فراوان تربیتی و اقتصادی و اخلاقی و سیاسی و غیره دارد اشاره فرموده، آنجا که با کلمه منافع به طور سری فاهد فراوان آن را برای آگاه کردن کرد که در سوره حج آیه 28 ترجمهش است: تا شاهد منافع فراوان برای مردم شوند و در آن روزهای مشخص نام خداوند را تعظیم یاد. خداوند دستور ساخت این خانه را صادر فرمود تا به عنوان قبله در نماز و مواجه اموات یادآور خیش به مردم باشد. علاوه بر آن که همه دلهای به ظاهر پراکنده را با یک سو جمع نموده است تا روح توحید و یک بودن را در آنها بپروراند و به واسطه آن دین خود را زنده و پایدار سازد. انشاءالله که همه ما یک چیز نو یاد گرفته باشیم. از خداوند میخوام که این را به طور کامل برای ما بنویسد. انشاءالله که فهم این موضوع را به ما عنایت فرماید، زیبایی این موضوع در دل ما جا بیفتد تا بر زبان ما جاری شود و در کردار ما نمایان شود انشاءالله، و ما در روز قیامت و در این دنیا ثواب را به دست آوریم انشاءالله. فراموش نکنید که این ویدیو را با حسن نیت به دیگر هم رسید. تا ویدیوی بعدی، وقت خوش، روز خوش. سلام علیکم.